بله، در این نقشه اگر توجه کنین ما موقعیت اوکراین نشان میدیم در اروپا. در جنوب روسیه قرار داره، یک کشور بزرگی است، 40 میلیون نفوس داره اوکراین و ای از سرحدات شرقی اوکراین تا به مسکو در حدود 500 کیلومتر فاصله است. در اگر متوجه باشیم ای یک از لحاظ مساحت خود بزرگترین کشور اروپایی است اوکراین، اگر ما روسیه را در نظر نگیریم، چون روسیه کشوری است کم در اروپا است و در آسیا قرار دارد. و در از طرف غرب خود با چند کشور ناتو ای هم سرحد است، با پولند است هم سرحد و با بعضی کشور دیگه. اسلاید دیگر شما بگذارین تو باشم. خب در اینجا ما میبینیم که کشورهای اروپای شرقی را به رنگ سرخ نشان داده شده، کشورهایی که قبلا در عضو پیمان همپیمان با اتحاد شوروی سابق بودند و این کشورها یک تعداد از یا جزء اتحاد شوروی سابق بود که کشورهای بالتیک است، مثل استونیا، لاتویا، لیتوانیا، کشور بلاروس است و کشور اوکراین که همسرحد یا همسرحد روسیه هستند. و در غرب آسیا پولند، هنگری، چک ریپابلیک، سلوواکیا، رومانیا، مولدوو یا از جزء اروپا شرقی بودند، همچنان کشور آلمان شرقی. اگر متوجه از این نقشه باشیم، بین اروپای غربی و روسیه یک منطقه حائل وجود داشت که این منطقه حائل چندین هزار کیلومتر فاصله داشت و این روسیه را از اروپای غربی از ناتو جدا میکرد. نقشه بعدی را لطف کنین تو باشیم. و در سال 1991 با سقوط اتحاد شوروی، با از هم پاشیدن اتحاد شوروی، کشور اوکراین به استقلال خود رسید که در 24 آگست 1991 است و همراه با دیگر کشورهای سابق عضو ایالت‌های مختلف اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌دادند که این کشورها در آسیای مرکزی، در قفقاز واقع شدند، کشورهای مانند جورجیا یا گرجستان، ارمنیا، آذربایجان در جنوب است، کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان در آسیای میانه است. این کشورها در جنوب جدا شدن از اتحاد شوروی و در شمال هم کشورهای کنار بحیره بالتیک که لیتوانیا، استونیا و لیتوانی است یا از اتحاد شوروی سابق جدا شدن. در زمان جدایی ای کشورها و این ولایات ظهور یا بعض کشورهای مستقل، قسمی که اینجا میبینیم اوکراین، در زمان ظهور این کشورها، تشکر تو باید، بله، در زمان ظهور این کشورها بخصوص وقتی که آلمان متحد میشد، در این نقشه که ببینیم آلمان شرقی هم نشان داده شده، این کشورهای عضو ناتو و یا در مذاکراتی که بین گورباچوف با امریکا صورت گرفت و با کشورهای ناتو صورت گرفت، ناتو وعده کرد که ما یک اینچ هم به طرف
روسیه پیشروی نمیکنیم. یعنی تعهد کردن که می کشورهایی که ما به اینجا برنگ نسواری نشان دادیم، پولند، آلمان شرقی، چکسلواکیا، هنگری، رومانیا، بلغاریا، باعث این مناطق بفرزون باقی میمانند و این سال 1990 است یا باقی میمانند، همچنان کشورهای تازه به استقلال رسیده که سابق شامل اتحاد شوروی بودند که به شمول کشورهای بالتیک، بلاروس و اوکراین بود، همچنان کشورهایی که در قفقاز قرار دارند در پایین نقشه. اما و این در صحبت در نوشته ها، در یادداشت های مختلف این ثبت شده، با وجود که به صورت کدام توافق نامه، تعهد نامه اینجا رسما ای امضا نشده، این موضوع که غرب به طرف شرق توسعه پیدا نمی کنه یا ناتو به طرف شرق توسعه پیدا نمی کنه، اما این در یادداشت های مذاکرات که صورت گرفت ای واضح وجود داره و سفیر امریکا در اتحاد شوروی وقت این موضوع را واضح گفته که ما این تعهد را انجام داده بودیم. همچنان از صحبت های جیمز بیکر که وزیر خارجه امریکا بوده او زمان، این صحبت ها وجود داره، این تعهدات وجود داره که ما هرگز به طرف اتحاد شوروی سابق پیشروی نمی کنه ناتو. اما با وجود تمام این اطمینان ها، چون میراث خوار اتحاد شوروی سابق یا روسیه زیر هدایت یلتسین یک کشور بسیار ضعیف شده بود، کشور افلاس مواجه شده بود و بسیار ضعیف بود، قدرت سرپا نگه داشتن خود حتی نداشت، این ضعف سبب شد که این تعهد اروپایی ها و امریکایی ها نادیده بگیرن و اول تمامی کشورهایی را که ما اینجا نشان دادیم به صورت در به رنگ نسواری نشان دادیم یا عضو ناتو شوند. اگر سلاید دیگر شما پرتیم توبو جان، این نقشه است که ناتو را به امسال نشان میده. شما ببینیم که تنها اوکراین که ما به رنگ یک آبی کمرنگ یا روشن نشان دادیم که تا حال عضو ناتو نیست، ولی دیگه تمام کشورهایی که به رنگ آبی تاریک نشان داده شده عضویت ناتو را دارن. شما با مقایسه با سلاید قبلی میبینید که ناتو چقدر پیشروی کرده در داخل اتحاد شوروی سابقه، از شمال کشورهای بالتیک و از تا جنوب تا بحیره سیاه ناتو به جلو رفته. تنها کشورهایی که تا حال عضویت ناتو نرسیدن یکی کشور سویدن است که در شمال نشان داده شده در اسکندروی و فنلند است که یا هنوز بی‌طرف هستند، کشورهای سوئیس و اتریش است که در قلب اروپا به رنگ روشن نشان داده شده و هم کشور سربیاس در و کرواسیا در پالوی بحری ادریاتیک. و تمام تلاش امریکا و ناتو ایست که اوکراین داخل ای اتحادیه کنه. شما اما از بیننده های عزیز میخواییم توجه کنن که امی دیروز زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک تقاضانامه نوشته کرد، روان کرد به کشورهای اروپایی که اوکراین به عضویت اتحادی اروپا قبول کنند. اما امی دیروز هنوز که امضایش ختم نشده بود که اروپای غربی یا کشورهای اتحادی اروپا این تقاضانامه را رد کرده. خب شما ببینید، اروپا اوکراین نمیخواه عضو اتحادی اروپا گرده، که تا اگر اروپا سنگ دوستی را با اوکراین به سینه میزنه باید فورا این تقاضا را قبول میکرد، اوکراین عضو اروپا میساخت.
در این صورت مردم اوکراین مانند کشورهای آلمان و بلژیم و فرانسه و یا آزاده نمیتونستند در سرحدات که دیگر عبور کنند به جای دیگر برند، در جای خواسته باشند کار کنند و سرمایه گذاری غرب در اوکراین زمینهایش فراهم شود، همچنان محصولاتی کشورها بتونه به یکی دیگه کشورها فروخته شود. اما این چیزی نیست که اروپای غربی میخواهد. اروپای غربی اوکراین به خاطر شمولیت در اروپای غربی قبول نداره، چون میفهمه اگر این اجازه رو بده نیمی از اوکراین میخواهد مهاجرت کنن به اروپای غربی برن، که اروپای غربی نمیخواهد. همچنان صنایع اوکراین و نمیخواهند که جزء اروپای غربی باشه و این صنایع رقابت کنه با کشورهای غربی. مثلا اوکراین قابلیت طیاره سازی رو داره که بسیاری کشورهای اروپای غربی ندارند، این رو نمیخواه اروپا که رقیب اینجا ایرباس با وجود بیایه، یا کمپانی مثلا انتونوف بسیار لحاظ طیاره سازی معروف از دنیا، این رو نمیخواه اروپا. شما دیدین که این پیشنهاد هنوز رنگ امضای ولادیمیر زلنسکی خوش نشده بود که اروپای غربی رد کرد، اما با چنان وجد و شعف طرفدار یک جای شدن اوکراین در ناتو هستن. این واقعیت ای خودش نشان میده سیاست دوگانگی ناتو را در مقابل دیگه کشورها به شمول اوکراین. در قسمت وقتی که در قسمت یعنی جای شدن اوکراین به اروپا قرار میگیره، چشمای آبی و موی زرد دیگه برای اروپایی ها مطرح نیست، او منافع اقتصادی ها مطرح است و منافع سیاسی ها مطرح است. اما وقتی که موضوع ناتو صورت میگیره، این موی زرد و چشمای آبی مردم اوکراین به پیش نظر دیامه، در حال که فراموش میکنن که مردم روسیه از اوکراینیا که زیادتر چشم آبی و مویزت دارن. ما این وضعیت فیلیس کسایی که کشورهایی که میخواین عضو ناتو شوند، یک کشور دیگه که در جنوب واقع شده پاولی بیریسیا، کشور جورجیا هست که او هم زیر فشار ناتو، تشویق امریکا، دوستی با امریکا، میخواد عضویت ناتو را حاصل کنه که میبینیم برنگ آبی روشن در این نقشه نشان داده شده. خب اگر این کشورها، بلاروس یک وانه کشوری است که در اینجا به صورت بفر زون یا کشور حایل هنوز باقی مانده بین روسیه و اروپای غربی، و فعلا اوکراین یک کشور بفر زون است، مثل که افغانستان کشور حایل بود، بفرزون بود بین روسیه تزاری و هند برطانوی، فعلا بلاروس و کشور اوکراین یک منطقه حایل است بین روسیه و اروپای غربی. اسلاید بعدی رو میبینیم که در این اسلاید این آرزوی ناتو برای این است. ناتو میخواهد چگونه میخواهد که اروپا عضویت کشورهای ناتو انکشاف کنند، یعنی پیمان ناتو در آینده در کجا قرار بگیرد. وقتی میبینیم از شمال گرفته، از سرحد نزدیک قطب شمال، از فنلند تا جورجیا و ترکیه، تمام اروپای شرقی، تمام ایالت های سابق شامل اتحاد جماهیر شوروی که از استقلال یافتند، و اروپای غربی همه به عضویت ناتو خود قبول شدند، و در این صورت روسیه هیچ بفر زون یا منطقه حائل بین روسیه و اروپای غربی واقع نمیشه. در این صورت لحاظ استراتژی روسیه کاملا در خطر قرار میگیره که هر وقت ناتو خواست، هر وقت ناتو تقاضا کرد، میتونن که روسیه را به بسیار سادگی و سرعت از بین ببرن. شما خب، ما چرا روسیه
نمیخواد که ناتو به اوکراین دسترسی پیدا کنه. برای اینکه اگر ناتو به اوکراین دسترسی پیدا کنه، از سرحدات غربی روسیه، یعنی از سرحد شرقی اوکراین تا مسکو فقط 500 کیلومتر راه. این توسط راکت های کروز توماهوک این 20 دقیقه در بر میگیره که مسکو مورد هدف قرار بگیره، و توسط راکت های سوپ هایپرسونیک این 5 دقیقه یا کمتر زیر در بر میگیره که روسیه هر هدف را در روسیه، هر نقطه را که روسیه امریکایی خواسته باشند در روسیه هدف قرار بده. به این خاطر روسیه شدیداً در مقابل این پیشروی ناتو موازی گیری کرده، و اخیراً پیش از اینکه جنگ آغاز شود پیشنهادهای مشخصی را به ناتو و امریکا پیشنهاد کرد روسیه، و تقاضا کرد که نگرانی های امنیتی روسیه را، ضرورت های امنیتی روسیه را در نظر بگیرد، که او این بود که اوکراین نباید عضو ناتو باشه، نباید راکت های امریکایی در ناتو مستقر شود، و همچنان اوکراین به صورت کشور بیطرف باقی بمانه بین دو بلاک. شما ببینین از لحاظ استراتژیک دنیا تقسیم شده، دنیای غرب و دنیای که هنوز عضویت بلاک های نظامی را حاصل نکردن. در امریکا یک دکترین الله سیاسی و کنفرمانس که بنامه دکترین مونرو گفته میشه، که این یک رئیس جمهور امریکا بود بیش از 100 سال قبل. این به اساس دکترین مونرو کشورهای غربی یا مناطق امریکای جنوبی و امریکای مرکزی و جزء مناطق تحت تاثیر استراتژیکی امریکا قرار دارد. امریکا به هیچ صورت به اساس این دکترین نباید اجازه بده کدام کشور مخالف متخاصم در ممالک نیم کره غربی نفوذ پیدا کنند و پایگاه نظامی باز کنند. به می خاطر اگر به خاطر داشته باشیم در سال 1962-63 در بحران کوبا که اتحاد شوروی وقت در زمان خروشف راکت‌های اتمی خود اتمی نصب کرده بود، این بحران ایجاد شد در زمان کندی، و این جهان تا خطر جنگ جهانی اتمی پیش رفت. و این در نتیجه دیپلماسی، در نتیجه درایت عقل سلیم این حل شد. امریکا، روسیه یا اتحاد شوروی وقت قبول کرد که راکت‌های خود از کیوبا خارج میکنه، امریکا قبول کرد که بالای کیوبا حمله نمیکنه و کیوبا رو هرگز اشغال نمیکنه، و در مقابل از ترکیه راکت‌های اتمی خود بیرون. تا امروز که از او حادثه بیش از 50 یا 60 سال میگذره، این تعهد خود از دو جانب قبول کرده و به این تعهد عمل کرده. امریکا تا حال کوبا را اشغال نکرده، و روسیه دوباره به این کشورها قوای نظامی خود ارسال نکرده که اونجا مستقر کنه. بنابراین میبینیم که امریکا هرگز اجازه نداد در مناطقی که حوزه نفوذ خود میدانه یک کشور متخاصم در اونجا موقعیت داشته باشه. امروز این به صورت معکوسش این حقیقت ما میبینیم. امریکا و ناتو میخواهد به حوزه نفوذ منافع روسیه نفوذ کنه، داخل شود، و روسیه در مقابل از مقاومت میکنه. این در حقیقت و چند روز پیش دیدیم که پوتین از آمادگی قوای اتمی خود یاد کرد که ما قوای اتمی خود در حالت آماده باش قرار دهیم. برای اینکه در امریکا و اروپا غربی روز به روز اینقدر تبلیغات ضد روسی زیاد شده که مردم تقاضا میکنن که قوای ناتو باید به اوکراین داخل شوند
و عملا در مقابل روسیه جنگ کنند. حتی گفته میشه که نو فلای زون برای اوکراین از طرف ناتو تامین شود، یعنی قوای هوایی ناتو قوای هوایی روسیه را نمانه که بالای اوکراین پرواز کنند، که ای و یا عسکرای امریکایی باید به اوکراین برند. ای کاملا اگر این صورت بگیره در حقیقت معنی است که روسیه و ناتو و امریکا در حالت جنگ قرار میگیرند، و ای جنگی دوتا سبب جنگ سوم جهانی میشه، این ناگزیر میسازه جنگ. به این خاطر پوتین با نشان دادن یا اشاره به قوای اتمی خود به غرب و ناتو اخطار داد که متوجه باشیم که من قابلیت از این دارم که در لحظه بتانم دفاع کنم از منافع خود و در این دفاع تمام امریکا را نابود بسازم. و این بعد از این موضوع بود که غرب اعلان کرد که نخیر به رئیس ناتو ستولنبرگ دیروز اعلان کرد که نه، ما نمیخواهیم که نو فلای زون یا منطقه عدم پرواز بالای اوکراین ایجاد کنیم، و ما خود ما امریکا اعلان کردن که ما عسکر خواهد در اوکراین اجازه نمیده روان نمیده. اما در مقابل 40,000 عسکر امریکایی را فرستادن به پولند و لیتوانیا، این کشورهای بالتیک که در کنار سرحدات روسیه قرار دارد و در کنار سرحدات بلاروس قرار دارد. بلاروس در اینجا یگانه دوست استراتژیک روسیه باقی ماند و قوای روسی در بلاروس مستقر شدن که از در این کانفلیکت اوکراین سهم گرفتن. خب این یک بررسی بود از جیوپولیتیک منطقه. چرا اروپایی ها، چرا امریکایی ها با روسیه متخاصم هستند؟ تخاصم یا این خشونتی که اروپا نشان میده در مقابل روسیه از کجا ناشی میشه؟ خب این یک سابقه طولانی داره. اگر از گذشته تاریخیش صرف نظر کنیم که از زمان روسیه تزاری و حتی زمانهای میدل ایجز صورت گرفته که روسیه به ایسی کشور ارتودکس عیسوی زور کرد و اروپای غربی کاتولیک بودن و او با پاپ در روم مکیده داشتن و زامت از او، از اون زمان شروع شد و به روسیه تزاری رو که ببینیم که در با انگلستان علاوه جیوپولیک در مسابقه بود در آسیا و در سایر نقاط در شرق دور در آسیا تا زمان جنگ جهانی دوم، که بعد جنگ جهانی دوم با وجودی که اروپای غربی با اتحاد شوروی وقت دوست بودن، اما این دوستی دوام نکرد. یکی از عوامل علی که دوام نکرد این بود که انگلستان مخصوصا وینستون چرچل شدیداً با ایجاد اروپای شرقی مخالف بود و یه بیانیه داد در امریکا در سال 1946 و اتحاد شوروی وقت کوبید و تمام خطر از او متوجه غرب نشان داد و تا امروز ای و بعدا جنگ سرد ایجاد شد بین اتحاد شوروی و جهان ناتو و جهان غرب و ای جنگ سرد اتحاد شوروی را به ایجاد یک مثلا پرده آهنین متهم کردن که اروپا را دونیم کردن و خطر اشغال اروپا توسط اتحاد شوروی وجود دارد، و بخصوص بعد از اینکه این پرده آهنین فرو افتاد در سالهای 1991 و 92 و اتحاد شوروی از بین رفت، اینمی عقیده مخاصمت با روسیه هرگز در اروپای غربی از بین نرفته. چرا از بین نرفته؟ برای اینکه طرز دید استراتژیک و منافع، طرز تعریف منافع استراتژیک غرب و ناتو، ناتو به سرکردگی امریکا و انگلستان چون مهمترین کشوری که با روسیه در اروپا مخالف است کشور انگلستان است، هیچ تغییر نکرده در مقابل روسیه، و این منافع غرب و انگلستان و ناتو در مجموع
با منافع روسیه، با ارزش‌های سیاسی از او، با ایدئولوژی از او، با برداشت‌ها از او توافق نداره. اگرچه ما امروز کدام دو ایدئولوژی متفاوت اینجا وجود نداره که ما بگیم جنگ سرد ناشی از دو ایدئولوژی متفاوت است. روسیه هم کشور کپیتالیستی سرمایه‌داری است و اروپای غربی هم کشور کپیتالیستی سرمایه‌داری است. اگر در اروپای غربی، اگر در امریکا دموکراسی لیبرالی در قدرت است، در اروپای غربی دموکراسی سوسیال دموکراسی در قدرت است. ولی در روسیه هم سوسیال دموکراسی در قدرت است، اما امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نوع دموکراسی خود یگانه دموکراسی در دنیا تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند که بالای شکل و نوعیت دموکراسی یا چیز دارند، حاکمیت دارند و مال و ملکیت غرب است، هر چیزی که او دموکراسی بگیرن، اما دموکراسی خلاف از او غیر دموکراسی است، یا ایست که اوتوکراسی است یا قدرت شخصی زمامدار است. روسیه را هم به این شکل اگر متوجه شده باشیم هرگز یا در مطبوعات خود نمیگن که کشور روسیه هم یک کشور سرمایه داری است، نمیگن که کشور روسیه کشور دموکراسی است، اما دموکراسی نوع خودش است، به این معنی که هر کشور منافع خودش میتونه تامین کنه و سیستم حکومتداری خود مطابق منافع خود میسازه. دموکراسی لیبرالی به شکل امریکایی در زمان یلتسین در روسیه ایجاد شد، اما این سبب فقر مردم روسیه شد، سبب زبونی کشور روسیه شد، سبب این شد که تمام کورپوریشن های بزرگ غربی و خانواده های بزرگ سرمایه‌داری، مثلا خانواده بزرگی که تمام اقتصاد غرب به اختیار دارن، چارل ای در روسیه هم نفوذ کرد. اما به تدریج روسیه از این مشکل خود انجا داد، مخصوصا بعد از روی کار آمدن پوتین به ایسه صدازم و بعدا به ایسه رئیس جمهور. روسیه تانست این نفوذ غرب از لحاظ سرمایه با از روسیه ترد کنه و یک نوع دموکراسی خاص خود در اونجا حاکم بسازه و اقتصاد ملی خاص خود در اونجا حاکم بسازه که اولیت به منافع روسیه داده شده و منافع غرب به حساب غربی ها روسا در نظر اینجا نگرفتن. و این سبب از این شده که تا امروز ما در سطح بین‌المللی، سطح جهانی، سطح استراتژیک در بیلانس قدرت ها میبینیم که روسیه از ارزش‌های دفاع میکنه و اونم برایش مهم است که این مطابقت با منافع غربی ها و ناتو نداره. از جمله متوجه باشیم که در بحرانهایی که در این زمان بعد از جنگ جهانی دوم و بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی واقع شد، در این بحرانها غرب و ناتو نظریات متفاوت با روسیه داشتند. ما میتونیم در قسمت یوگسلاوی سابقه را در نظر بگیریم، فروپاشی یوگسلاوی را در نظر بگیریم، همچنان حملات ناتو بالای سربیا را در نظر بگیریم، جنگ کاسوو را در نظر بگیریم، جنگ سوریه را در نظر بگیریم، لیبیا را در نظر بگیریم، در کشورهای آفریقای شمالی را در نظر بگیریم که در این قسمت ها، در این کشورها ناتو و امریکا اهداف متفاوتی با اهداف روسیه داشتن و روسیه شدیداً با موضع‌گیری های ناتو در این کشورها مخالف بود و مخالفت کرد و با یا توافق نکرد. همچنان چین در نظر بگیریم، چین امروز یکی از همپایمان های استراتژیک روسیه است و که این مخالف منافع ناتو است. ناتو میخواهد چین تجرید کنه از سیستم جهانی و همچنان روسیه را تجرید کنه، که در این قسمت همکاری استراتژیک روسیه و چین بسیار اهمیت دارد برای ناکامی این استراتژی.
خب قسمی که میبینیم منافع روسیه و با منافع غرب در این 40 سال اخیر متفاوت بوده و این سبب ازی شده که ناتو روسیه را یک مانی در مقابل عملی کردن پلانهای امپریالیستی خود بدانه. شما در سوریه این بسیار واضح دیدیم که امریکایی از سیاه ترین نیروهای اسلامگرا در حمایت کردن، حتی از القاعده حمایت کردن، از جنبش خراسان حمایت کردن، از داعش حمایت کردن و دیگه نیروهای افراطی اسلامگرا تروریست حمایت کردن برای از بین بردن حکومت سوریه. اما روسیه در اینجا مخالفت کرد و اجازه نداد دولت سوریه سقوط. ای از نظر ناتو پنهان نمانده و تا ای تا حال یکی از نقاط اختلاف استراتژیک و یا قرار